اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين و ائمه المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم و رحمه الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و بزرگوارم، پیشا پیش تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ایده سعید قربان و قدیر رو. خداوند رو شاهد میگیرم که سراپا شوق و سرورم از اینکه در خدمتون هستم و زمانی که این دوست عزیز ما به من پیامک داد که لایشون ما رو دعوت میکرد خوزستان که آقا ما تهرانیم و عازم سوریه، من خودم منقلب شدم و حسی که شما در آدم به وجود میارید، شاید خودتون هم از این جهت چون وسط جریانید متوجه نباشید، حس این پرنده های مهاجره. من بیدید وقتی بعض از این پرنده ها فصل مهاجرت که میرسه، پرنده های بالا سرشون که میبینن میریزن به هم. خدا خیرتون بده. نکاتی که میخوام عرض بکنم دو بخش اساسی داره، حالا یک بخشش رو بیشتر در واقع بنده باز میکنم محضرتون. حضور ما در جبهه شامات دو بعد داره، دو بعد کلیدی و اساسی. یک بعد، بعد دینی و مذهبی و اعتقادی اونه، و بعد دیگه بعد ملی اونه. طبعا برای ما کدام مهمتره؟ بعد اعتقادیش در این هیچ شکی وجود نداره. ما عاشق کشورمون هستیم، ملیتمون رو دوست داریم، افتخار میکنیم که این سرزمین سالها محل خیزش مردان بزرگی بوده که چه در راه جهاد به معنای قتالش و چه در راه جهاد علمیش همیشه الگو بودن. منتها ملی گرایی و ملیت تا زمانی که در چارچوب دین بگنجه برای ما معنی داره و قابل فهمه. اگر ملی گرایی، ناسیونالیزم یا حالت افراطی و غلطش شوونیزم، وطن پرستی، اینا در مقابل مذهب و دین ما و اعتقادات ما قرار بگیری، یقینا ما کنار. برای ما اولویت اول اسلامه، اولویت اول مذهبمونه و مکتبمونه. از غذا تجربه نشون داده که چه کسایی از ملیت دفاع کردن تو این چند سال، همونهایی که نگاه چی دارن؟ اعتقادی دارن. 8 سال جنگمون کجا بودن این کسایی که دم از ملیت و ایران و ایران میزدن؟ ها؟ غیر اینی که اون بچه های هیئتی و مذهبی رفتن علم رو برداشتن، غیر اینی که رو سربند ها خورده بود یا آبا عبدالله یا زهرا یا صاحب زمان، جز این نیست که. غیر این بود که اسم عملیات ها همه اسمهایی بود که مطابق با فرهنگ شیعی ماست. بله اون منافقا اسم میذاشتن چلچراغ و فروغ جاویدان و اسمای عملیاتش، اونا مال اونا بود. عملیاتای ما یا زهرا بود یا علی ابن ابی طالب بود یا اینها بود دیگه. ملیت ما رو هم همین نگاه مکتبی حفظ کرد. داستان شامات داستان طبیعی نیست. بارها من عرض کردم که
شامات لولای اتفاقات آخر زمانی است. تو آخر زمان دعواها تو شامات خیلی زیاد میشه، اصلا اون بستر اصلی درگیری شامات. ما یک تواتر داریم در روایات، میگه تواتر لفظیه، یعنی اینکه مثلا یک لفظ عیناً تکرار شده که خیلی سخت به وجود پیش میاد، مگه اینکه خیلی اون جمله خاص باشه که عین اینکه شما بزرگوار از این جلسه میرید بیرون میگن رایفی چی گفت، میگید راجع به سوریه صحبت کرد اینها، بعد اما یه جمله من خیلی تو ذهنتون میمونه اونو میگید. اونی که اون جمله من عیناً انتقال میده میشه تواتر لفظی. اما تواتر معنایی هست، تواتر معنایی همینی که میگید در مورد سوریه صحبت کرد. ما در مورد شامات در این هیچ شکی وجود نداره که در آخر الزمان شام میریزه به هم و شامات شامل همین منطقه سوریه، لبنان، فلسطین، اردن، نارمی شامات اینا میریزه به هم، فتنه عظیمی در میگیره اونجا. یکی از اصلی ترین نشانه های ظهور در شامات رقم میخوره، خروج فردیست به نام سفیانی که حالا بحث بر سر این که این فرد یا جریان فکریه که منافاتی هم نداره این که یک جریان فکری باشه، حالا یه رئیسی هم داشته باشه، اما بالاخره اون یک صاحب یک تفکره، اون تفکرم تفکر فرزندان ابو سفیانه دیگه. این نبرد نبرد قدیمیه. اون ملعون وقتی سر ابو عبدالله در تش قرار داد یه عبارتی گفت دیگه، به همین خون ابو سفیانیش اشاره کرد، گفت لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، گفت از بنی خندف نیستم اگر من از فرزندان احمد انتقام نگیرم. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل، و ای کاش شیوخ من که تو بدر کشته شده بودن از بنی امیه امروز می دیدن که چطور اینها زیر ضربات نیزه به جزع و فزع افتادند. می‌بینید دعوای عشیره‌ای نگاه میکنه بهش. منتها در نگاه دینی و مذهبی ما عشیره و اینها جایگاه اونطور نداره که یه وقت خدا نکه آدم در مقابل دین قرار بده، که موقع است بله این احترام خانوادگی و فامیلی ارزشمنده، چقدر تاکید شده به اینها احترام به بزرگتر. امام صادق فرمود شیعیان ما رو با احترام به بزرگتر بشناسید، یا چقدر تاکید بر صله ارحام شده. فردی همین دیروزی که دوستان روایتش رو بر من میگفت، من خودم ندیدم، گفتش که خدمت امام صادق رسید، گفت فلان مشکل دارم، حضرت فرمود خب این کار رو انجام بده حل میشه الا اینکه قطع رحم کرده باشی. خب اینا رو ما متوجهیم. متصوره توبه میفرماد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم، اینا اگر پدراتون، پسراتون، زناتون، عشیرتون، و ادامه داره بقیه رو هم میگه، هشت مورد اشاره میکنه، اموالون اقترفتموها، اموالی که به دست آوردید، تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که میترسید کساد بشه، و مساکن ترضونها، و اون مساکنی که خونه هایی که بهش راضی شدید و راحت شدید، و همچی میرسه خونه میگه آخه هیچ جا خونه آدم نمیشه، میگه احب الیکم، اگر اینا رو بیشتر دوست دارید، من الله و رسوله، از خدا و رسولش، و جهاد فی سبیله، و جهاد در راه خدا، فتربصوا حتی یأت الله بامره و لا یهد القوم الفاسقین، خدا میفرماد اینا نباید برای شما مهمتر از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه خدا باشه. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم شاخص اینجا اهل بیتن، حضرت ابا عبدالله، پدرش شهید، برادرش شهید، پسرش شهید، همسرانی که به اسارت گرفته شدن، خونه و زندگی و تجارتی که ول کرد و رها کرد و اومد، ما معیار داریم، مصداق داریم برای اینها. علی حال سفیانی از همون جریان فکریه، آیا الزاماً از خون همون فرد هم هست؟ میتونه نباشه، یعنی از نسلشان میتونه نباشه،
در قرآن آیه داریم که وقتی صحبت از ذریه ابراهیم میشه تأکید میشه که الزامی نداره این ذریه تو ابراهیم پسرات باشن. اون کسی که تفکر تو رو چیه؟ قبول داره. یک فردی از بنی امیه بود خدمت امام باقر علیه السلام رسید، اشک میریخت مثل ابر بهار. حضرت فرمود یا چی شده چه اینطور گریه میکنی؟ خدمت حضرت باقر عرضش چطور اشک نریزم در حالی که از بنی امیه هستم؟ و اینطور نقل شده، میدونید که لعنه بر بنی امیه قاطبه است، یعنی کل بنی امیه. حضرت فرمود این شامل حالتون نمیشه، تو از مایی، این فکرت مهمه. امروز جریان فکری ابو سفیانه، نمیدونم خدا میخواد آخرین حجت ها رو به نظر حقیر سرپا تقصیر بی سواد تمام بکنه. یه کربلایی درست شده. اگر یک نفر میگفت سر بریدن واقعی یا اینا داستان نقل کردن، او نه نمیخواد، چشاتو باز کن ببین، تو همین گوشیتو نگاه کن هست، پره، اینترنتو نگاه کن پره. به اسارت گرفته بودن زنها رو اینا، مگه شدنیه؟ میگو نگاه کن. اما این میشه یک نفر تا این حد سبعانه و وحشیانه عمل بکنه؟ میگه نگاه کن همین شهید حجاجی، دیدی چطور همه چی رو یه ریخ به هم، همه چی رو ریخ به هم یه نفر آدم. من مشهد بودم، سخنرانی داشتم، ساعت 10-12 شب بود، خبر ایشون اومد، من سخنرانی تموم شد رسیدم، این در واقع این وسایل ارتباطی رو روشن کردیم، نگاه کردم یه خبری اومد که یه عکسی هم از ایشون اومد. یه لحظه نگاه کردم اصلا چهار ستون بدنم لرزید. اصلا نگاه کردم اصلا با هیچی کار نداشتم، احساس کردم این چقدر این صحنه عاشوراه. اون پشت دود بود، یه خیمه اون ته بود، یه نفر اون پشت وایستاده بود، خنجری به دست گذاشته بود کنار بازوی راست این. چقدر من فکر میکنم شمر این شکلی بود تو ذهن من، همینه. یه دستار سرخی هم به سرش بود. اصلا این نگاه با صلابت این شهید رو نگاه کردم، اصلا ریختم به هم. همونجا دست به قلم شدم، یه متن نوشتم که تو اینترنت هم خیلی پخش شد. یه بخشش این بود: آخر خوش انصاف، چرا همه چیز تو شبیه روزه است؟ خیلی عجیب بود. میبینید ما هممون، امام صادق فرمود شیعیان هم از اضافه گل ما آفریده شدن، هممون اون آهن ربا رو داریم. فقط این اهل بیت یه تکون میدن، آهن ربا بزرگر یه تکون میدن، همه ما قطبامون عوض میشه، جهتامون عوض میشه، یوهای همه چی فراموش میشه، دلا این همون پرنده های مهاجر هوس پرکشیدن میکنه. نه اینجا دیگه ایرانیش مهمه، نه افغانستانیش مهمه، نه لبنانیش مهمه، نه سوریهیش مهمه، نه پاکستانیش مهمه. و تاریخ اصلا انگار نه انگار 1400 سال گذشته، انگار اون ژن مشترک، اون همون اضافه گله میطلبه، میکشه، همون اتفاقات دوباره رقم میخوره. همین شهید اسماعیلی از بچه های افغانستان بود، گرفتنش، این شستی بی سی مود وز کردن، می زدنش زیر چک و لغت، یا علیشو می گفتم اینطور. اینا همرزماش برای من تعریف کردن، رفت بودم سوریه، برای من نشستن چند تا از این شهدای شاخصشون برای من تعریف کردن که اینجا عکساش الله خورده به در دیوار همینجا، ناشهید علیرضا توسلی معروف ابو حامد و اینا. میگفت تا سر داشتن میبریدن همین تو یا علی شو ادامه داد. خب این میثم تمار دیگه، خب میثم اگه چی کار کرد؟ میثم هم رو نخل همین تو فقط میگفت علی، میگفتن نگو، میگفت نمیتونم نگم که. به ابن زیاد گفت تو رقمی نیستی، آقام فرموده من از این نخل توی به این نخل مسلوب میکنن، نخل به دار میکشن، به صلیب میکشن. میرفت اون نخل آب میداد، میگفت تو وعدگاه من و مولامی،
تو نشونه بین من و امامی. الان نمیشه میثم تمار داشته باشیم، نمیشه قاسم داشته باشیم، نمیشه عبدالله داشته باشیم. چرا؟ اون کششه هست. بعد تو این نبرد آخر الزمان، تو این کثافتی که از زمین و زمان داره میباره، کثافتی که از زمین و زمان داره میباره، بچه نمیتونه تو خیابون نمیتونه راه بره، در و دیوار شده گناه، انگار چشاشو میبنده یه لحظه متمرکز میشین، آهن روباشو وصف میکنه، یا از لای تمام این حیاوه و رنگ و لعاب و زلم زیمبر و لحو و لعب و همه اینا خودشو میکشه بیرون و خودشو میخواد به وعدگاهش برسونه. ما فرزندان این تفکریم و این تکفیری ها هم فرزندان همان یزید ابن معاویه. مگه بارها نگفتید یا لیتنا کننا معکم؟ ها فنفوز و فوضا عظیما، ما هم بهم برسیم. بسم الله، خدا براتون فراهم کن. این همه زیارت عاشورا خوندید گفتید اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. برادر من، ممات محمد و آل محمد شهادته، برای ما شهادت اصله، برای ما شهادت مهمه، اما این به این معنی نیستش که شیعه خودش رو نفله نمیکنه. شیعه جانش عزیزه، شیعه تا آخرین قطره خونش میجنگه، شیعه همیشه به مفید تر بودن نگاه میکنه. حالا که دارید میرید مردونه بجنگید، نفله نکنید خودتون، دقیق بجنگید، با آموزش دقیق بجنگید، از اسلحتون درست استفاده بکنید. امیرالمومنین فنون نظامی و فنون جنگی رو عالی استفاده میکنه، اما وقت شهادت هم میفهمد فست و رب الکعبه. آخیش انگار این تو جمله نهفته است، به خدای کعبه رستگار شدم، منتظر شهادت. اما این به این معنی نیستش که یک جا شمشیر بندازه، دقیق نجنگه. امیرالمومنین به فنون نظامی و به رزم‌آوری معروفه، فرزندان علی همینطورن. به این فکر بکنیم. سه مسجد در آخر الزمان مهمن: مسجد کوفه، مسجد الحرام و مسجد الاقصا، یکی در عراق، یکی در حجاز و دیگری در شام. دعوا بر سر این مثلثه، مثلث کلیدی و حیاتی. صهیونیستا سه شاخه صهیونیسم رو بر هر کدوم از اینها مسلط کردن. صهیونیسم یهودی مسجد الاقصا رو گرفت، صهیونیسم اسلامی همین تکفیری ها، همین وهابی ها مسجد الحرام رو گرفتند، و صهیونیسم مسیحی ایونجلیستا با تحریک جورج بوش عراق رو تصرف کردن. شیربچه های امیرالمومنین هم پاسخ دادن، یک مسجد رو از دستشون در آوردن و نیروهاشون از یک سمت امروز رسیده تا ده ها کیلومتری مسجد دوم، مسجد الاقصا. و شیعیان یمن هم درگیر جنگ با صهیونیست های به ظاهر مسلمانن. ببینید صهیونیست ها بیدینن، منتها از اسم دین سوء استفاده میکنن دیگه. اینا نه یهودیت، نه مسیحیت، نه اسلام، این کارا کجا، کجا با روح دین و با هندسه دین سازگاره؟ سفیانی اون کلیدی ترینه. نمیدونم ماجرا رو شنیدید یا نه، توی بچه های لبنان تا همین سوریه میگن که وقتی منطقه رو توی یکی از عملیات ها تصرف کردن، وقتی رسیدن اونجا سنگرده که داشتن میگشتن، یک سرباز نیمه جان که از این تکفیری ها که پیدا کرده بودن، این آب خواسته بود. اولا خب این آب داده بود، خب این پا
منبر امیرالمومنین بزرگ شده. این حواسش هستش که حضرت فرمود وقتی برای شیر آوردن گفت، میگفت حضرت میفرمود به ابن مرجع هم دادید یا نه؟ میان ابو عبدالله وقتی میخواست به میدان بره، حضرت زینب سلام الله علیها نقل میکنه که دید آقا داره زیرپوش رو، زیر پیراهن رو پاره پاره میکنه، تیکه تیکه میکنه. بعد پرسید آقا جان چرا این کار میکنی؟ گفت این جماعت جماعت عجیبی هن. دارم یه کاری میکنم کسی رقبت نکنه به این تیکه پارچه، بذار پاره پاره باشه، تیکه تیکه بشه، که میدونید به همون هم رحم نکردن. بعد حضرت نقل میکنه که دیدم بر روی اون پیراهن پاره پاره یه لباس آبی رنگ لاجوردی خیلی خوشگل تنش کرد. پرسیدم آقا جان پس داستان این چیه؟ حضرت فرمود اونی که برای اون زیر پوشه میاد ناامید برنگرده. خیلی زیباست. کیف به همینه که اینجوری به جنگی، اینجوری قشنگ میگه آب دادیم به اینو. دیدم داره چرت و پرت میگه، گفتم این سکرات موته، داره هزیون میگه. میگه منو اشتباه گرفت از یکی از همرزمای خودشون، گفت اون مجسمه یادت نره ها، ما با هم وعده کردیم. بودم کدوم مجسمه؟ چی میگی تو؟ میگه یه چیزی گفت بازم من جدی نگرفتم. بعدها تو جزواتی که اونجا پیدا کردم، میگه پیدا کردیم توی سنگراشون، دیدیم عجب. گفت که ما بعد از فتح دمشق اولین کاری که میکنیم یک مجسمه از، عذر میخوام این عبارت استفاده میکنم، امیرالمومنین یزید بن معاویه رضی الله عنه، عبارت رو دقت کنیم، میسازیم در حالی که در دست راست خودش سر حسین ابن علی به دست گرفته. این فرزندان سفیانی هن دیگه، به چی میخوان باشن اینا؟ ما تطبیق نمیدیم، ما بگیم الان بیایم تطبیق بدیم، وقت تعیین بکنیم، نه این کار درست نیست. اما من کاری ندارم، این هم تفکر فرزندان ابو سفیانه، تفکر یزید ابن معاویه است که به بچه کوچیک رحم نمیکنه، به پیر و جوان رحم نمیکنه، به زن و بچه رحم نمیکنه. مدافع حرم بودن یک نکته لطیف و ظریفی درش نهفته است که نمیفهمن، نمیمده میکرد نماینده مجلسمون یک حرف عجیبی زد، من اصلا نگران شدم، گفتم عجب، این ایشون که فرزند یک علامه بوده و علامه شهید اینطور برداشت میکنه از دفاع از حرم، بقیهش چی؟ زمانی که دیدن ایرانی ها محکمن در دفاع از حرم، افغانستانی ها محکمن در دفاع از حرم، لبنانی ها محکمن از در دفاع از حرم، گفتن آقا اصلا حرم از زینب اینجا نیستش که، تو مصره. به یک باره یه بحث تاریخیه. میگه یک عالمی داشت تحقیق میکرد این که ببینه قبر و بارگاه مطهر حضرت زینب سلام الله علیها، این بحثی در مصر هم مطرح شده، در شام هم مطرح شده، داشت بررسی سندی میکرد، تاریخی میکرد ببینه چیه. شب حضرت زینب سلام الله علیها رو در خواب دید که حضرت فرمود حالا دو جا دارن به نام من زیارت میکنن، شما مشکلی داری؟ صبح بلند شد تمام کاغذش پاره کرد، صبح بلند شد تمام کاغذش پاره کرد. ببینید داستان ما دفاع از سنگ و چوب نیستش که ما هم میفهمیم که، یه چیز دیگه است. اون چیه؟ ببین ما داریم یه پالس برای خدا میفرستیم، داریم یه پیام برای خدا میفرستیم. اساسا ما باید پیام بفرستیم برای خدا تا ظهور شکل بگیره، چون خدا 11 بار امام فرستاده، مأموم آماده نبوده، امامان به شهادت رسیدن. این بار باید مأموم پیام بفرسته به خدا بگین آخرین ذخیره است، اون نمیتونه بفرسته همینطور که تا مطمئن نشه قدرشو میدونی. پیام بفرسته که نه این داستان سال 61 هجری دوباره تکرار نخواهد شد، چون اونجا مردم کوفه هم گفتن آقا بیا. از کجا معلوم این آقا بیاهای الان شما اون نباشه؟ فلذا ما امتحان خواهیم شد قبل از ظهور در دفاع از حریم اهل بیت. گرفتید منظور یا نه؟ الان پیام داری میدی، میگی ببین آقا جان، ببین خدای من، ببین خدای من، سال 61 هجری حریم و حرم اهل بیت رو برداشتن بردن تو کوچه ها چرخوندن، داده کسی هم در نیامد از همون مردم کوفه.
1400 سال گذشته، صدها کیلومتر راه بلند میشم میرم اونجا، نمیذارم کسی به سنگ و چوب اونجا چپ نگاه کنه. پس قبول کن خدایا اگر سال 61 میبودم از وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها جانانه دفاع میکنم، حالایی که دارم از دیواره اونجا دفاع میکنم، کاری هم ندارم. مقبره مطهر حضرت زینب سلام الله علیها مصر سندش بیشتره یا چی؟ شام. وقتی ما از در و دیوار اونجا اینجوری دفاع میکنیم، ده ها کیلومتر راه میریم، قبول کن خدای قبول کن به پذیر سال 61 میبودیم به طریق اولا دفاع میکردیم. شما فکر میکنید چی میشه که آقا رسول الله در یک روایت عجیبی داریم که گوینده پیامبر شنونده امیر المومنین میفهمد یا علی در آخر الزمان قومی میاد اعظم هم یقینا، بندگان خدا کسی به این میزان از یقین نرسیده و اکثر هم ایمانا، در ایمان هم به کسرت اینا کسی نرسیده. امیرالمومنین میپرسه آقا جان برای چی چطور یا رسول الله؟ حضرت میفرماد اینا ندیده عاشق من و شما میشن. بابا یک عده‌ای هستن، من دست تو رو گرفتم رو جهازهای شطور رفتم بالا گفتم من کنت مولا فهاز علی و مولا، نگاه کردن اومدن دست تو دست توی علی گذاشتن گفتن بخن له یا علی مبارکت باشه. اصبحت امیری، امیر ما شدی، مولای ما شدی. 70-80 روز نگذشت کارو یه سره کردم. بعد 1400 سالی قومی میان، حضرت میفرماد یؤمنون ایمان میارن به سواد علا بیاز، به سیاهی روی سفیدی، به جوهر ایمان میارن، یه کتاب میخونن اعتقاد پیدا میکنن، ما رو ندیدن، حدیث میخونن ایمان میارن. خب اینا یقینشون بیشتر نیست، ایمانشون بیشتر نیست. پیامبر نشسته بودن فرمودن عین اخوانی داداشام کجان؟ این صحابه پیامبر عرض داشتن ما اینجاییم دیگه. نه شما را نگه، شما اصحابمید، اصحابمید، با من مصاحبت داشتید، یه چند وقت هم صحبت شدید، اصحاب لقب گرفتید. عین اخوانی داداشام کجان؟ برادرانم کجان؟ اونا کیان؟ فهمون میان تو راه هم. این جایگاه ها آدم خود خوش رو توی این قد و قواره مینه. دفاع از حرم پالس به خداست، چیه غیرت داره وقتی میبینه اینها دستشون به هر حرمی میرسه نبش قبر میکنن، شب خوابش نمیبره. وقتی کجا یادش میفته؟ توی اونجا ما یه حرمی داریم به اسم حرم حضرت زینب سلام الله علیه، که دست این حرامی ها برسه اونجا خدای نکرده بخوان کاری که با قبر حجر ابن عدی و حجر ابن عدی کردن با حرم از زینب سلام الله علیها بکنن. بعد اومدن باز مطرح کردن که آقا اصلا امام حسین دختری به اسم رقیه نداشته. یهویی دوباره بولد شد، یه بحث حوزوی تاریخی، یهویی پررنگ شد. دنبال چی هم تو این هیرو بیر؟ میگه برای چی میخوای بری؟ اون که قبر حضرت زینب مصر، اینم حضرت رقیه هم مثلا بوده باشن. بنده سخنرانی که مشهد 6-7 دلیل آوردن بر بودن حضرت رقیه. حالا ایش بعضی ها میگن 3 سالش نبوده 4 سالش بوده. آ چه فرقی میکنه بین بچه 3 ساله و 4 ساله؟ مثلا خیلی تفاوته. آقا اصلا بعد گفتن اسمشون رقیه نبوده، فاطمه بوده. میگم خب بیا انصاف، تو که الان میگی که فاطمه بوده اسم ایشون، که روزه سنگین تر شد، که الان روزه ها دو برابر جگر ما رو میسوزونه. هی میخوان بیان خراب کنن، نمیشه. نمیشه آقا، نمیشه که شما خاک بباشی به صورت خورشید. که اینا برای چی فکر کردید؟ بعد اومدن خب این نشه، این برای قشر مذهبی رو باید اینطور میروندیم. آقا بیایم روی ایرانی‌ها تاثیر بذاریم، بگیم که آقا به اینا پول میدن، میدن اونجا. چه پولی هم به شما میدن؟ عیبی نداره این زخم زبونا رو میشنوید. یه صراطی هست. میدونم شما بزرگوارتر از این حرفا هستید که بخواید سر صراط خیر کسی رو بگیرید. شما منت گردن کسی ندارید. یه مجاهد منت سر کسی نمیذاره.
کار خودشو میکنه، چون با مردم طرف نیست، طرف قراردادش با این مردمن با اینا سر کله بزنه. با خدا قرارداد بسته، بگو بیا آقا من به تو اصلا چند صد میلیون میدم، شب با یه داعشی تو یه جا بخواب تو فقط. ای راست میگی، به اینا باید اینجوری گفت. اما وظیفه‌مون روشن کنیم مردمو. دشمن داره تبلیغات میکنه، باید روشن میکنیم. یک جای ما باید مظلومانه خون بدیم، فقط خون میتونه یه چیز زنده کنه. یعنی طرف یه لحظه بشینه با خودش فکر کنه، بگه اه نگاه کن این محسن حجاجی الان رفت اونجا، خب این بچهش که 2-3 سالشه، بعد پول آدم برای چی میخواد؟ مگه برای رفاه زن و بچهش نمیخواد؟ میبینی چی میگم؟ محسن حجاجی حجج رو تموم کرد، حجت ها رو تموم کرد. که میگه آقا پس پول برای چی میخواد؟ برای سلامتی خودت میخواد؟ آقا پول برای چی میخواد؟ برای رفاه خودش و خانوادهش میخواد. تو هم خانوادهت اینجوری به زحمت میندازی ها، هم خودت میخواد بری جان بدی. آقا فکر کن دستت قطع شده باشه توی تصادفی به چیزی. من پرسیدم از کسی که دست نداشت، رفتم لای دستگاه پرس، گفتم حاضری چقدر بدی دستت نو نو بشه مثل روز اولش، نه با این روشای ربات و اینجور چیزا بس میکنن ها. همین خود فکر کن مثلا معجزه بشه کرد، گفت تمام زندگیمو میدم. تو تمام زندگی ما میدم. و گفتم پس کسی به خاطر چندر قاس پول نمیره سلامتیش به خطر بندازه، اعتقاده که داره میکشه میبره. دفاع از حرم پیام برای خداست، یک پیام تو حوزه آخر الزمانه. ما نخواهیم گذاشت، کاری هم نداریم این جزء نشانهای ظهور هست یا نیست، کاری نداریم. الان نمیدونم مثلا ما سپاه خراسانی مثلا نشانه زور آدم بررسی کنه، سپاه خراسانی هستیم یا نیستیم؟ ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم. وظیفه امروز دفاع از این جغرافیا و از این مفاهیم. بخش دوم ارزم تو حوزه ملی است. اینو برای شما نباید گفت، اما چون داره این صدای بنده ضبط میشه، برای یک سری دیگه به درد میخوره، چون شما که نشون دادید از وطنتون چه جور دارید دفاع میکنه، همین لباسی که تنتون، همین زار و زندگیتون رو بل کردید، آموزش ببینید که راهی شامات بشید، همین گویای این مطلبه. اما صبح تا شب برید ببینید تحلیلگرای صهیونیست و امریکایی چی دارن میگن. میگن ایران بعد از سالها دوباره خودش را به دریای مدیترانه رساند. یک امپراتوری هست، خیلی شما اسمش رو شنیدید، خیلی ایرانی ها اسمش رو میبرن، خیلی افتخار میکنن، امپراتوری هخامنشیان، کوروش، داریوش، داریوش اول، داریوش دوم، که با فتوحاتی که داشتن رسیدن به دریای چی؟ مدیترانه. و بعد از اون جنگ هایی که با رومی ها، سلسله های بعدی رو عرض میکنم، با غربی ها، اون زمان میشن یونانی ها، بعدش میشن رومی ها، داریم همیشه درگیریه در گرفتن این جغرافی هاست. صدها سال گذشته بود و در جمهوری اسلامی دوباره دست ایرانی ها به دریای مدیترانه رسید. اینم برای اون کسایی که ایران ایران میکنن. در این شک چیز روس ها در سوریه چیکار دارن؟ چینی ها الان چرا دارن میخوان تو سوریه وارد بشن، یه سری کمک ها میخوان بکنن؟ ها؟ فهمیدن، میگن شیطان را در لانه بکش قبل از آن که در خانه بکشی. آمریکایی ها قبل از حمله به عراق کلی آماده سازی ذهنی کردن مردمشون، فیلم هایی ساختن مثل فیلم جنگیر که شیطانی رو نشون میداد که از عراق پیدا میشه و میاد تو آمریکا، مردم رو تسخیر میکنه. و این پیام رو این فیلم داد که چی؟ شیطان رو برو تو همون عراق بکش، وگرنه میاد تو خونت. و با همین نکات اون تجاوز بزرگ انجام دادن که در عراق بالای 1 میلیون کشته داشت حمله آمریکا، نتایجش. و این تمام این نابسامانی که امروز تو منطقه است حاصل ورود آمریکا به خاورمیانه بود.
این حرامزاده ها اومدن خودشون این تکفیری ها رو ساخته. ترامپ در مقابل هیلاری کلینتون داره مناظره میکنه، بهش میگه تو داعش رو به وجود آوردی، اونم ساکت صداش در نمیاد. اعتراف از این گنده تر؟ تو کتاب به خاطراتشون نوشتن، هم دیگه رو لو میدن مثل گرگایی که رو به هم میخوابن شبا که به هم حمله نکنن. این وحوش رو ساختن، این داعشی ها رو، تکفیری ها رو ساختن از تو تفکر ابو سفیان و تفکر تکفیری یزید ابن معاویه لعنت الله علیه و یزیدی های امروز لعنت الله علیه مجمعین. اینها برای چی؟ برای اینکه آبرو برای اسلام نذارن، تا یه جایی بگن مسلمان، بگن همین وحشی ها رو میگی، باید یه 10 تا نشون بزنن، آبرو برای اسلام نذارن، امنیت اسرائیل رو حفظ بکنن. محور مقاومت سوریه، عراق، ایران رو درگیر جنگ داخلی بکنن. الان هم که میبینید برنامه‌شون رو گذاشتن، برنامه‌شون گذاشتن بر تجزیه کردستان. این همه پرسی اقلیم کردستان شروع بشه، یک اتفاقی الان تو همین سوریه و عراق داره میفته خیلی نرم، که شما دیدید حتی اردوغان رو همین تکون داده. این احمق ابله خودش همراهی کرد با امریکایی‌ها، مناطقی رو از داعش میگرفتن، ارتش ترکیه کمک میکرد و اینها رو میسپردن به کی؟ از داعشی‌ها میگرفتن؟ به کردها. الان من فیلم‌های اینا رو عکساش آورده بودم، ویدیو پروژکتور اینجا وصل نشد. نقشه الان تقسیمات سوریه رو برید نگاه بکنید، شمال سوریه دست کرداست، یه تیکه اونجا ادلبه که دست القاعده و ارتش آزاده، خب شمال عراق هم دست کرداست، تا از بغل میاد تو غرب عراق، تو غرب ایران و شرق عراق که میشه کردهای به کردستان ایران میشه. اینها دنبال یه کشورن از مدیترانه، از مدیترانه تا ایران، و بهش میگن سکند اسرائیل، اسرائیل دوم. بند سالهاست دارم تو دانشگاه سخنرانی میکنم و دارم میگم بابا به شدت الان مسیحیت تبشیری در کردستان عراق داره ترویج میشه. مسیحیت تبشیری به انگلیسی نوعی از مسیحیتی که یهودی ها رو قبول دارن، همون مسیحیت صهیونیستیه. یک کشور واسط بین ایران و عراق بسازن، از اون طرف هم با مدیترانه یه اسرائیل دوم بیخ گوش ما بسازن تو مرزهای ما. نه دنبال این کار چی فکر کردی باعث میشه اردوغان به دست و پا زدن بیفته؟ همین سفر سلشکر باقری که به ترکیه صورت گرفت. تو نگاه ملی تجزیه منطقه، نقشه سایکس پیکو، دو نفر آدم بودن نشستن با خطکش خاورمیانه رو کشیدن، بین هم تقسیم کردن بعد جنگ جهانی. سالها سینا میگن باید بریزه به هم. ببینید جان بولتون چی میگه، میگه باید نقشه ها عوض بشه، خاورمیانه تقسیم بشه به چند تا کشور، عراق باید 3 تا کشور بشه، کردستان جدا، عراق شیعی جدا، عراق سنی جدا. عراق سنی با بخشی از سوریه یکی بشه. این عراق سنی با بخشی از سوریه اسم کدوم منطقه است؟ همونجا دست داعش بود. اینا آماده کرده بودن خودشون رو، داعش رو به رسمیت بشناسن به عنوان کشور. ما افتخار میکنیم ما نذاشتیم، سرمون رو بالا میگیریم، تمام دنیا وایستادید گفتید بشود، ما به اراده الهی گفتیم نشود و حرف ما شد. اما اوایل روسیه هم که سرخط نبود، که سردار سلیمانی رفت سفری که روسیه داشت رفت، پوتین هم سرخط که گفت شما عزیز من اینا از چچن هم دارن اینجا می جنگن ها، دور تا دور کشورهای اسلامی ها، قزاقستان نگاه کن، ترکمنستان نگاه کن، تا بیا حوزه غربی خودت رو نگاه کن، چچن و داغستان و اینها رو نگاه کن، اینا همشون مسلمان اهل سنتن. این شاشانی ها یا ششنی ها که روی سوریه عراقان همین چچنی ها رو میگن دیگه، شیشانی میگن. و با درایت از روسیه استفاده شد. بله روسها نگرانی بابت حرم ها ندارن، دنبال منافع ملی خودشونن.
چه ایرادی داره از منافع ملی اونها در راستای منافع دینی مذهبی و ملی خودمون استفاده کنیم؟ این هنره. خب باریک الله به اون کسی که رفته اینجوری مذاکره کرده، این مذاکره است. این بخش ملی این ماجرا. آقا جان اینا توی عراق تا جلولا اومدن، جلولا راهی نداره تا مرز ایران، مرز ایران میرسید ببینم کدوم یکی از این همینا که الان دهنشون بازه پاش تو ایران میموندن، همشون سوراخ موش اجاره میکردن متری چند میلیون که فقط فرار کنه، همونجوری که زمان جنگ فرار کردن رفتن. یک بنده خدای اومده یه پیامی گذاشته، ورزشکاری هم هست، که آقا به جای اینکه این پولا خرج سوریه بشه و نمیدونم اینجا جاها بشه، بیاین ورزشگاه بسازیم نمیدونم فلان. اخوی شما مثل اینکه برادر من مثل اینکه خوابیا، تو ندیدی داعش پاش به یه جا میرسه چی کار میکنه؟ شهر تحویل میده، بیابون تحویلت میده، برو ببین چی کار کرد با موزه ها، کل تاریخ عراق و سوریه رو فروختن رفت، تبر برداشته بودن، پتک برداشته بودن، افتاده بودن به جون مجسمه، گفته اینا بوده. یه تعدادی رو همینجور در ظاهر میشکنن، بقیه همه بار زده میشد به قیمت به جهودای اسرائیلی فروخته شد. برو با کارخونه هاشون چیکار کردن بعد از اینکه ما حلب رو پس گرفتیم؟ تا چند وقت داشتیم سعی میکنیم آب آشامیدن اینا رو درست کنیم؟ تصفیه خونه ها هم نابود کردیم، تو احمقا جای میرسن اصلا که خودشون نمیخوان اونجا آب بخورن. خدا پاش مرسر تو ورزشگاه میذارن؟ میفهمی چی میگی؟ متوجهی؟ بابا یک اپسیلون انصاف، دین نداشته باش، آه اسلامو ببوس بذار کنار، عقل که داری که اینا برسن اولین کاری که میکنن ناموس تو رو به اسارت میبرن. از این موقع آدم میبینه واقعا مشکل امروز دنیا بیعقلیه، واقعا مثلا دین نمیخواد داشته باشه تا با عقل داشته باشه، هرچند دین و عقل یکه، آدمی که عقل داره دیندار میشه. مسلمان نباش، شیعه نباش، اعتقادات نداشته باش، کافر باش، عقل ایجاب میکند که چی؟ بری دشمن تو لونش بنشونی سر جاش، وگرنه حادثه حرم امام خمینی و حادثه مجلس اتفاق میفته. تعارف که نداریم که. این داستان سوریه هست، حضور ما در سوریه. 8 سال 30 سال پیش 8 سال جنگیدیم تو مرزای خودمون، تو خوزستان، تو ایلام، تو کرمانشاه، الان داریم می جنگیم تو مرزای اسرائیل. این اون اراده الهیه. به خواب شبتونم می دیدیم بعد 8 سال جنگ چهرهایی می بینم که مال اون موقعن تو جنگ. به خواب شبتونم می دیدید، شما رو به خدا قسمتون می دم، به خواب شبتونم می دیدید یک روزی برسه. ما 8 سال مظلومانه جنگیدیم، هیچی نداشتیم. سوریه‌ای ها به مظلومیت ما نیستن، باز ایران، روسیه، عراق اینا دارن کمک میکنن. هیچ کس از شرق شرق تا غرب غرب علیه ما بودن. به خواب شبت هم میدیدی بعد از 8 سال برگشتیم سر مرزای خودمون که خدا بگه بنده من تو بندگی کردی، بقیهش با من. چی کار میخوای بکنی خدا؟ من حیث لا یحتسب، قرار نیست که تو بتونی حساب بکنی، که حساب کتابای من خدا فرق. میخوای یه چیز بگم خدا بگو، باور میکنی یه کاری کنم عراقی ها برات سینی پذیرایی بگیرن؟ نه خدا، یه چیزی بگو بشه. یه چیزی بگو بشه، جا خواب برات درست کنن، موکب بزنن. تو چی کار داری با من خدا؟ نه خدا، یه چیزی بگو بشه. با هم میکنم. همین کری برگشته بود با آقای ظریف گفته بود که
شما اگه 8 سال جنگ رفته بود کل عراق رو گرفته بودید، خب اینجوری که الان تو عراق هستید نمیتونستید باشید. این اراده الهیه. بعد از بیت المقدس اسرائیلی حمله کردن به جنوب لبنان دیگه. حاج احمد متوسلیان و فرمانده لشکر 27 رو با چند نفر فرستادن اونجا برن بررسی کنن که ما بریم اونجا یکی دو تا تک بکنیم یه حالی به این اسرائیلیا بدیم. تو جلسه که با حافظ اسد گذاشته میشه، حافظ اسد میگه که شما میاید اینجا یه حمله انجام میدید، بعد حالا یه موفقیت هم شاید به دست بیارید، اما چون تعدادتون کمه عقبه و لوجستیک ندارید شکست میخورید، بعد ما میمونیم و اسرائیل. حداقل دو تا لشکر بیارید. خب مگه دو تا لشکر میبردیم اونجا جنگ خودمون با بعثی‌ها رو چیکار میکردیم؟ امام فرمود برگردید. به خواب شبت هم میدیدی که سوریه‌ای‌هایی که اون موقع گفتن نه با چیز دیگه، با بند و تبصره و با شرط و شروط ها که بیاید اونجا، اگه بیاید اینجوری میشه، درخواست کنن، التماس کنن، بگن تو رو خدا بلند شید بیاید اینجا. من بهش میگم اراده الهی. تو معادلات خیلی ها خدا جایی نداره، همه چی جا داره ها، خدا جایی نداره. من یه چیز میبینم، من یه تیکه از زمان قیچی میزنم. ما داریم میجنگیم با عراق، بعد میبینیم با عراقی دوست شدیم، الان نیروی مشترک نظامی هشت شعبی عراق در کنار نیروی ایرانی مستشار نظامی ایرانی کجان؟ الان لب مرز سوریه و عراق، تو تنف اونجان، همونجا که همین شهید حجاجی به اسارت گرفته شد، همین آمریکایی‌ها اومدن بمباران کردن دیگه. من تاریخ رو قیچی میکنم یه هایی میچستونم ببینم خدا چه کردی تو 30 سال پیش؟ ما رو دوره کرده بودید، مثل کفتار افتاده بودید به این مردم مظلوم ایران، از مرزمون داشتیم دفاع. امروز نیروی نظامی ما لب مرز شماست، دست و پا داره میزنه این نتانیاهو سر دیدارش با پوتین. میگفت من فقط میخوام بگم ایران اونجا مستقر نشه. الان صبح تا شب دارن میگن آقا ایران رسید به آب‌های مدیترانه. بعد از هزاران سال که امپراتوری های گذشته رفته بودن و برای بچه های ما شده بود یه عقده، دوباره صورت گرفت. من تو عرض کردم اینا برای ما معیار نیست، ما برای یه چیز دیگه داریم اینجا. اینو گفتم در جواب، نه برای خودم گفتم نه برای شما. برای کیا گفتم؟ برای اون کسی که دم از ملیت و وطن دوستی های مثلا حالا پان ها به قولی پان آریایی و پان ایرانیسم و پان فارسیسم و پان همین پانایی که درست کردن و همش هم از نظر من شیطانیه. ولی حب الوطن من الایمان، وطنمون دوست داریم، اینجا شیعه خونه امام زمانه، ولی چی دوستش نداشته باشیم؟ اینجا جای جایش محرما صدای یا حسین بلنده، اینجا مردمش یه چیزی میخوام بلند کنم میگن یا علی، اینجا مردمش تنها مردم رو کره زمینن که محکم پا مظلوم وای میستن. اینجا صادر کننده اون تفکر شیعی بوده. اگه اون یمنی های مظلوم اونطور دارن می جنگن امروز در یمن، پرچم اینا رو دیدید چطوره؟ این رهبر اینا حسین الحوثی اومد ایران، اومد حوزه علمی قم درس خون، متأثر از امام بلند شد رفت اونجا، همین تفکر برد اونجا. ما اگه رو پرچمون یه الله و لا اله الا الله الله اکبر داریم، اونم به صورت نمادین گوشه های پرچمون لاله‌ای که لا اله الا الله است و هم الله و اینتا، اونا از این واضح‌تر و لخت‌تر و تابلوتر رو پرچمشون زدن الله اکبر، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اللعنت علی الیهود، النصر للاسلام. یه از این واضح‌تر؟ یه رندی میگفتش که شنیدی میگن تو آخر الزمان پرچم یمانی پرچم هدایتگریه؟ گو از این واضح‌تر این پرچم حالا ما تطبیق نمیدیم، اما یه بحث حداقل ذوقی میشه ازش کرد. پرچم از این واضح تر با یه کلاشینکوف یه جفت دمپایی، والله همینه. فقیرترین کشور عربی ایستاده در مقابل ثروتمندترین کشور عربی، گرون قیمتترین پروازها رو هواپیمای F-15 داره، خود آمریکایی‌ها کمتر استفاده میکنن، انداختن جون این سعودی ابله احمق که باید هر پرواز چند دلار همینجه چند هزار دلار چند هزار دلار پول بگیرن. خلبانشون هم خیلیشون سعودی نیستن، خلبانای پاکستانی و مصری و کشورهای دیگر رو برداشتن آوردن، تونسی و اینا رو آوردن، بابت هر صوتی پرواز میبرن میان اینا
چقدر پول میگیرن، چی شده، دو سال به خاک و خون کشیدن اونجا، کی به کیه. الان اونا با موشک دارن تا ریاض رو میتونن بزنن، الان اونها دارن ناوها رو غرق میکنن، اونها الان موشکای برکان رو ساختن. بیچاره شد عربستان، یه حزب الله دومی شکل گرفته مثل حزب الله لبنان میبره تو جنوب عربستان. یه مسجد پس گرفتیم، دو تا مسجد دیگه هم انشالله در آستانه فتح. نه فقط به لطف خدا، عنایت حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف، و خون مجاهد هست، خون، صدای گلوله. قدیم صدای شمشیر بود، الان صدای گلوله. خون سرخی که این شجره طیبه رو همینجور سرسبز و استوار نگه داشت، داد اینها در اومده. از زجه هر موقع دیدی دشمن زجه میزنه، عربده میزنه، بدون درست داری میزنی، دردش گرفته که داد داره میزنه، دادشون در اومده، همشون دارن فریاد میزنن. و امروز الحمدلله جمهوری اسلامی به قدرت نظامی رسیده که اینها فکر حمله هم دیگه نمیتونن بکنن. من این نکته آخر عرض بکنم، جلسه داشتم با یکی از فرماندهان موشکی، این بخش هایش رو که میشه نقل کرد در واقع طبقه بندی نداره، عرض بکنم فیلم هایی از نقطه زنی موشک ها با من نشون دادن، فیلم هایی در از نقطه که همین الان در سوریه داره اتفاق میفته. شما بگم جز عملیات های روزانه است، پهباده هایی که شناسایی میکردن اهداف رو نقطه زنی در حد که ماشین در حال حرکت رو میزدن، من به چشم دیدم. این مانیتوری که فیلم پخش میکردن دو بخش میشد، یکی مانیتور پهباد که از بالا نشون میداد، یکی مانیتور نوک موشک بعد از شلیک. این همینطور نزدیک میشد، نزدیک میشد، نزدیک میشد، نزدیک میشد، آخرین تصویر که انفجار شکل میگرفت برفکی میشد، ماشین در حال حرکت. یکی از این تک سران این تروریستا خونش، یعنی مسجد وسط بود، یه بخش از خونش سمت راست مسجد، یه بخش از خونش سمت چپ مسجد، جف خونه اینو زده بودن مسجد سالم. تا این نقطه زنی، تا این حد. چون میدونید که توی مکتب ما مظلوم نباید کشته بشه، بیگناه نباید کشته بشه. این همه تاکید بر نقطه زنی که آقا میکنه برای چیه؟ یک بخشش برای اینکه مظلوم نباید کشته بشه، هدفمند باید زده بشه. مثل امریکایی ها که همینجوری بمب فسفوری میزدن، مثل عربستانی که همینجوری دارن میزنن، همینجوری مظلوم و بچه و زن و همه رو با هم میکشن. یک تصویری این داعشیان نشسته بودنشن قلیون میکشنن، ده دوازده نفر اینا مثلا اینا میشد، موشک شلیک میشه، همینطور نزدیک میشه، نزدیک میشه، نزدیک میشه، نزدیک میشه، دیگه انقدر نزدیک میشه اینا نمیدونم صدای موشک رو میشنون، سایهش میفته نمیشه، یه لحظه متوجه میشه، برمیگرده نگاه میکنه، آخرین تصویری که مثلا شما میبینی شیلنگ قلیون دست این، این قشنگ میخوره بسشون، تیکه تیکشون میکنه. نقطه زنی با موشک بالستیک، با موشک بالستیک یه لنج رو تو خلیج زدن، خلیج فارس. این موشک که خورد تیکه های چوبش پرت میشد، اونا اینا رو میدونن. زمانی که اینا یه شیمیایی درست کردن در سوریه که آمریکا وارد جنگ بشه، چی شد وارد نشد؟ اینو هیچ مسئول ایرانی تا الان نقل نکرده و تایید نکرده، تکذیب هم نکرده. من اینا نقل قول از امریکایی‌ها دارم میگم، راویم امریکایی‌ها. چی میگن؟ میگن اینا تصمیم هیلاری کلینتون می‌خواست اوباما رو بکشونه به جنگ، شیمیایی رو از لیبی دزدید آورد تو سوریه استفاده کرد، سفیر آمریکا تو لیبی مخالفت کرد، اونم کشتن اگه خاطرتون باشه، که گفتن القاعده حمله کرده. همین بودی خودشونن، همین خود اینا. هر موقع تو اروپا بمب گذاری میشه من منتظرم اینا تو سوریه میخوان یه غلطی کنن، میخوان ذهن اروپایی رو آماده کنن. هر موقع شما نگاه کن، این یه کد، این اصلا یه نسخه اصلیه، برداشت آورد و میخواست اوباما رو وارد جنگ کنه، چون اوباما نمیخواست وارد جنگ بشه، تو سوریه مستقیم وارد بشه. اصلا این اومده بود گفتم من سربازام از تو عراق و افغانستان کاری که بوش کرده اشتباه بود، میخوام بکشم بیرون، خوش جنگ جایی وارد بشه. این میگه بعد ما نیابتی به جنگیم، عربستان داره پولشو میده، قطر داره پولشو میده، این تکفیری ها میجنگن، من آمریکا برای چی باید هزینه کنم؟ ما فقط جنرال هامو میفرستیم برای طراحی عملیات کنه.
چی شد اوباما حمله نکرد؟ اونها میگن ماهواره، آمریکایی‌ها میگن، گفتم هیچ مسئول ایرانی اینو نه تایید کرده نه تکذیب، اصلا اساسا در موردش حرفی نزده شده، حرفی زده نشده تا الان. میگن ماهواره‌هاشون بررسی کرده بودن، دیده بودن برخی از سایت‌های موشکی ما موشکاشون به سمت اسرائیل چرخیده. چرخش موشکی به سمت اسرائیل جلوی حمله نظام آمریکا به سوریه گرفت. چرا؟ چون جان اسلحه مهمه. خداوند متعال همانقدر که علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک جوان مرد و فتا ستود، اسلحه اش رو هم ستود. دقت کردید؟ لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی چی؟ این شیعه اول مسلح به ایمانه، اما به دنبال عدو لهم ما استطعتم من قوه، اینا میریم به دست میاریم. خیلی ها به ما گفتن آقا توی رایفی بود سخنران حوزه فرهنگی و اجتماعی، حالا تحلیل سیاسی اسلحه ساختن چی بود؟ یه اسلحه که ما تو مؤسسه‌مون طراحی کردیم، یکی از مدرن ترین اسلحه خودکار دنیاست، اسلحه اسمش هم گفتیم ذوالفقار، از غذا سلاح انفرادی ذوالفقار، الان هم داره کار میشه تو وزارت دفاع، ان شاء الله قراره ساخته بشه، یعنی تولید انبوه هم برسه. گفتم این هدف ماست. بعضی فهم کنن مثلا ما در به در دنبال مثلا کشته شدنیم، نه، عرض کردم برید اونجا بجنگید، مردونه بجنگید، خودتون رو نفله نمی کنید، با آموزش خوب، اعتقاد راسخ، اسلحه مناسب میریم به جنگ، بقیهش با خداست. و ما رمیت ازرمید ولکن الله را، و مغرور نمیشیم، ما کاری نیستیم، همین موشک ها اینا که گفتیم به کنار، اراده الهی هست. سرتون رو درد آوردم، من عذرخواهی میکنم، یک ساعتم تمام شد. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. انشالله خداوند ما رو از مسببین اصلی و خیر در ظهور آقا امام زمان جل الله قرار بده. انشالله خداوند مرگ ما رو شهادت قرار بده. انشالله یک بار در خدا به ما عنایت بکنه در رکاب امام زمان باشیم. یک بار این دعای شهید حجاجی دعای عجیبی است، میفرماید یک بار قبل از ظهور شهید بشم، رجعت کنم، بعدش در زمان امام زمان هم شهید بشم. چقدر این دعا دعای اثر فهمی است. اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الطائف الحاضر والبادي. خدا ان شاء الله همه ما را عاقبت به خیر بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.